در حاشیه رویداد کندو 28 در خدمت سرکار خانم هلیا مهران‌نژاد هستیم، متخصص سئو در کافه بازار. خانم مهران‌نژاد خوش اومدید. خیلی ممنونم، متشکرم. خانم مهران‌نژاد به من بگید از چالش‌هایی که یک سئو کار تو محیط کارش داره چی هست؟ اصلی ترین چالشش به نظر من اینه که گوگل دست ما نیست و چون دست ما نیست درنچه هر اتفاقی ممکنه توش بیفته که بر وفق مراد ما باشه یا نباشه و ما خیلی بر پای احتمالات تصمیم میگیریم. به نظر من اصلی ترینش اینه که کار ما خیلی قطعیت نداره، فقط تلاش میکنیم بهترین خودمون باشیم. یه مورد دیگه هم اینه که خب بیشتر اکوسیستم دیجیتال و استارتاپ ها رو آقایون تشکیل دادن و خانم های سئو کار کم بودن سال پیش، الان ولی هی دارن زیادتر میشن. اینا به نظر من داره میشه نقطه قوت، ولی اگه چند سال پیش در نظر بگیریم به نقطه ضعف و چالش بود. متاسفانه. خانم مهران‌نژاد، سوال بعدی که ازتون دارم اینه که ما امسال یه فیلترینگ سوشال رو داشتیم و افراد وقتی که سوشالشون به محدودیت خورد مجدد به سایت برگشتن و برای سئو یه فرصتی ایجاد شد. این مسئله رو چطور دیدید شما؟ واقعیت اینه که واقعا همین بود، یعنی تعداد پیام‌هایی که کارفرماهای مختلف و سایت‌های مختلف به آدم‌ها من دوستان می‌دادن زیادتر شده بود و مسئله همین بود. ولی چیزی که تو مارکتینگ مهمه اینه که ما توی همه کانال ها حضور داشته باشیم، از همه کانال ها مشتریمون رو به سمت خودمون جذب کنیم. وقتی یه کانال مثل سوشال بسته میشه، لزوما سئو گوگل نمیتونه جایگزینش باشه. همین گوگل ممکنه چند سال دیگه به هر علتی بسته بشه یا دسترسیش محدود بشه مثل کشورهای دیگه که این مشکل رو دارن. ما اون موقع نباید صرفا بیایم اینو با یه چیز دیگه جایگزین بکنیم. برای همین قطعا این اتفاقی که میگید افتاد، ولی اینطوری نبود که اثر برندینگی که به خصوص توی سوشال و از طریق انتقال تصویر و ویدیو انجام میشه رو بشه با سئو جبران کرد. ممنونم، مرسی. و در نهایت اینکه رویدادهای حوزه دیجیتال مارکتینگ زیاد داره تو اکوسیستم برگزار میشه، یه رویداد چی باید داشته باشه که شما تو شرکت کنید و کندو براتون چی داشت؟ به نظرم سطح کیفیت ارائه ها و محتوایی که مطرح میشه خیلی مهمه. کندو همیشه چون هم زیاد برگزار شده و هم از آدم های استفاده میکنن که آپدیت بودن، خیلی مسائل روز و پوشش میداد و به نظرم میتونه با رویدادهایی که برای سئو در سطح جهان آنلاین یا آفلاین برگزار میشه مقایسهش کرد. کیفیت برگزاری هم خیلی برام مهمه که حتما برای یعنی همونطور که مخاطب ارزش میذاره و میاد اون رویدادو شرکت میکنه، برگزار کننده هم اونقدر خوب تدارک دیده باشن که توی اون روز رویداد برای مخاطب خیلی مفید و هیجان انگیز میشه. شبکه سازی و دیدن دوستا و آشناها و آشنا شدن با آدمای جدیدم که همیشه تو کندو بوده و از روز اول فکر می‌کنم رسالتشون همین بوده باشه. مرسی، متشکرم، ممنون از همراهیتون.